وجود مشکلات در مکتب لیسه سید یوسف علمی در منطقه سرکوتل ناحیه هفدهم پایتخت خشم باشندگان این منطقه را برانگیخته است. دانش آموزان و خانواده های آنان در برابر مکتب دست به تظاهرات زدند و از کمبود آموزگاران و کتاب شکایت دارند. در سیستم تعلیم تربیت تغییرات ده، معلم تشکیل بتن، بعض بتن، این شاگردان چی کنند؟ دو ماه تعلیمی تر شد. دانش آموزان این مکتب میگویند که از آغاز سال تعلیمی تا اکنون درس نخواندند. ما نه درس خواندیم ناظری داشتیم و خواهش ما اینه میسته که معلم بر ما بیارن. ما استاد نداریم، کتاب نداریم، معلم نداریم. یک چوکی هست که یک فرش ما میشینیم. درس آمنو میتماره کس میدهیم بس. مسئولان در حالی که کمبود آموزگار را در این مکتب میپذیرند میگویند که نزدیک به 4000 دانش آموز در این مکتب هستند که تنها 9 آموزگار دارد و این مکتب به 118 آموزگار نیاز دارد. مشکل عمده ما که است که معلم باشه، معلم که بود اما گپا انشالله جور میشه، ولی مشکل اساسی ما کمبود معلم است. در همین حال کمبود آموزگاران و کتاب‌ها در مکتب فیض محمد کاتب در غرب شهر کابل نیز باشندگان این منطقه را نگران ساخته است. به گفته آنان روند آموزش در این مکتب متوقف شده است. 188 معلم کمبود داره، 9000 شاگرد داره و تنها توسط 20 معلم تدریس، تربیت و یا اداره می شود. کمبود معلم در سطح کابل و بالخصوص در ناحیه 13 و خاصا شهرک اتفاق به نحوی تعلیم و تربیت و آموزش را زیر سوال برده. در همین حال نادر نادری در برنامه هفته حکومتداری و منابع بشری از اعلام 11000 بست آموزگار به همکاری وزارت معارف در سال جاری خبر می دهد. 11000 بست معلمین به کمک وزارت محترم معارف، از وزیر صاحب حمیدی تشکر میکنیم و تمام همکارایشان که تلاش کردن بستار تا سطح ولسوالی به اساس مزامین تشخیص بدن و تقسیم بندی بکنن امروز به اعلان میرن. شماره از شهروندان کشور با انتقاد از رئیس جمهور میگویند که بارها از رسیدگی به مشکلات در نظام آموزشی کشور در سخنرانی های آغاز سال نو آموزشی وعده داده است، اما به گفته آنان وجود مشکلات حتی در مکتب های پایتخت برای حکومت شرم‌آور است.